کابینه مصر در واکنش به دو حمله انفجاری مرگبار دیروز به دو کلیسا در آن کشور برقراری وضعیت اضطراری 3 ماهه‌ای را تصویب کرده است که با توجه به حضور اکثریتی از حامیان عبدالفتاح السیسی در پارلمان تصویب آن در جلسه صبح امروز قانونگذاران قطعی به نظر می رسد و احتمالاً تا پیش از غروب به اجرا گذاشته می شود. حملات انفجاری دیروز که همزمان با اینهای عید پاک مسیحیان انجام گرفت با تقبیح و محکومیتی در سطح جهانی مواجه شده است. گروه تروریستی خلافت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله های منجر به کشته شدن بیش از 40 زائر را بر عهده گرفته. گزارش زلاتیکا هوگ خبرنگار صدای آمریکا حاوی جزئیات بیشتر است. کشورهای غربی به طور یکپارچه حمله های تروریستی به عبادت کنندگان در اماکن مذهبی را محکوم کردند. چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنای آمریکا میگوید تلاش‌ها علیه داعش باید شدت بگیرد. تروریسم بلایی است که باید آن را متوقف کنیم و ما هر روز در این راه بهتر می‌شویم. پهپادها تا به حال خیلی از رهبران داعش را از بین بردند. ما باید به این شیوه ادامه بدهیم. حتی گروه فلسطینی حماس نیز حمله‌های تروریستی داعش در مصر را محکوم کرد. جنبش حماس امیدوار است این زخم التیام پیدا کند و برای مصر ایمنی و امنیت و ثبات و کامیابی آرزو می کند تا بتواند با قدرت نقش پیشگامانه اش را در دفاع از منافع مردم مصر ایفا کند. حمله های تروریستی دیروز در مصر تنها چند هفته پیش از دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان از آن کشور رخ می دهد. من برای کشته ها و زخمی ها دعا می کنم و خود را در کنار خانواده های قربانیان و همه مردم احساس می کنم. خدا دل های آنانی را که شاهد این خشونت و کشتار فجیع بودند و حتی دل های آنانی را که به تولید و قاچاق سلاح روی می آورند پاک کند. اولین انفجار در کلیسای سنت جورج تنتا در 100 کیلومتری شمال قاهره رخ داد. انفجاری که دست کم 27 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حمله دوم که کلیسای سنت مارکس در قسطنطنیه را هدف قرار داد و دست کم 17 کشته و شمار بیشتری زخمی بر جای گذاشت، توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفت که به گفته شاهدان عینی هنگامی رخ داد که پلیس از ورود مهاجم به داخل کلیسا جلوگیری کرد. قبطیان مصر بزرگترین اقلیت مذهبی در آن کشور به شمار می روند که اغلب هدف حمله های تروریستی قرار می گیرند.